وقتتون بخیر بینندگان گرامی، با ادامه پوشش خیزش سراسری با شما عزیزانی. در این ویژه برنامه در خدمت جناب کاک حسن حاتمی، عضو کمیته روابط ایرانی و کردستانی خارج از کشور حزب دموکرات کردستان ایران هستیم. جناب حاتمی، خیلی ممنون از اینکه با ما هستید. با درود به بینندگان و شنوندگان عزیز و شما و همه کسانی که زحمت میکشید در این رابطه. خیلی ممنون. خب بحث این برنامه در مورد میزان آمادگی و تشکل یافتگی احزاب و ملل غیر فارسی در ایران. طبیعتا شما یکی از اشخاصی بودید که از اوایل انقلاب 57 در مبارزات حضور داشتید و امروز هم همچنان پیگیرانه در سنگر مقاومت فعالیت میکنید. روزای قبل از انقلاب 57 شما چطور دیدید؟ آیا سطح آگاهی و تحزب میان ملل غیر فارس چطور بود؟ بله، با درود به 146مین روز انقلاب ژینا یا مهسا در بین تمامی مردمان ایران یا ملت‌های ایران و همچنین در خارج از کشور که به عنوان دوباره این انقلاب دارن تلاش میکنن در همه عرصه‌ها. ببینید، قبل از سال انقلاب خلقه های اون زمان که میگفتن یا ملل موجود در ایران که از دیماه سال 56 به شکل عمومی آغاز شد و در 22 بهمن به پیروزی رسید، میشه گفت خلقه های اون زمان غیر از ملت کرد و به شکلی که حزب خودش رو داشت متاسفانه با اون شکل احزاب دیگه فعال نبودن. چرا؟ چون عرصه های مبارزاتی اون زمان که دانشگاه، زندان، در بین جامعه که خیلی کمتر و در خارج از کشور بود، اینا بیشتر و مسائلی اون زمان مطرح بودند که انسانهای فعال و مبارز رو به شکلی میشه گفت تغییر میدادند. مثلا جریان چپ اون زمان خیلی فعال بود و مردم را به جهان وطنی و اینترنشنالیسم پرولتری سوق میداد. مثلا در زندانها چپ فعال بودند، در زندانهای ایران اسلامیان فعال بودند. مثلا زنده یاد مفتی زاده که با عنوان حزب دموکرات، یعنی یکی از فعالین حزب دموکرات در تهران دستگیر شد، با نهضت آزادی و اینها نزدیک شد و اسلامی بیرون آمد. کسانی بودند، دموکرات بودند، جوانهای جمهوری کردستان بودند در اونجا، با توجه به تغییرات و جریاناتی که بود توده‌ای یا توده‌ای دموکرات بودند و دانشجوها که عرصه مهم فعالیت بودند اکثرا تحت نظرات چپ و چپهای متفاوت، خطای 1 و 2 و 3 اینها مطرح بودند. مسئله ملی‌گرایی به طور کلی خیلی ضعیف بود. برای نمونه دیگه میخوام از چریکای فدایی صحبت بکنم که بهروز دهقانی، اشرف دهقانی و صمد بهرنگی و دیگران که در اونجا خیلی فعال بودن به شکل‌های فرهنگی و به شکل‌های سازمانی، همه تحت تأثیر مسائل جهانی و انقلابات کوبا و الجزایر و ویتنام اینها قرار داشتن و حتی در بین دانشجویان کرد در زمان 46-47 که ما بیشترین یا بهترین یا تأثیرگذارترین مبارزات حزب دموکراتی کردستان رو داشتیم، اونجا هم تأثیراتی بود. جناب شریف زاده، زنده یاد و دیگران گرایشات چپی رو داشتن ولی چپی دموکرات بودن. در نتیجه میشه گفت بعد از انقلاب هم با توجه به این که چپ ها و چریک های فدایی هم در ترکمنصارا، هم در بلوچستان و هم در تبریز میبینیم، حتی مجاهدین خلق میبینیم، نفر دوم که موسی خیابانی بود تبریزی بود، اینا همه تأثیراتی بود که در مسائل ملی در احزاب به اصطلاح سراسری که در رأس همه آنها از قدیمی ترین اون زمان حزب توده بود. کسانی مثلا مثل ابوی رو که الان هم در از مبارزین دفتر سیاسی هست یا رضا شبتوکی و دیگران که همه کرد بودن، اینا همه در حزب توده فعال بودن. در نتیجه اینطوری جمع میکنم، غیر از حزب دموکراتی کردستان که گرایشات ملی و حزبی خودش داشت، دیگران یا نداشتن یا داشتن خیلی ضعیف بودن و همه سراسری یا بعضی وقتا اسلامی بودن. درسته، یعنی اگه احزاب سراسری خب وجود داشتن، در میان این رهبری و کادر رهبری این احزاب بودن اشخاص و شخصیت هایی که از ملل به عنوان مثال ترک بودن، بلوچ بودن، عرب بودن. اما خب انقلاب شد،
بعد انقلاب نتیجه انقلاب مشخص شد و در حقیقت خمینی و پیروانش حاکم مطلق ایران شدن و خودشون رو تحمیل کردن. بله. و به ادبیات دیگه بسیاری از گروه های چپ رو هم دور زدن. تجربه بعد از انقلاب چه تأثیری گذاشت بر جریانات فکری که شما اشاره کردی بیشتر چپگرا بودن یا اسلامی؟ چقدر تونست این وارد فاز دیگه بشن احزاب و جریانات که بیان در قالب مسائل ملی‌گرایی هم فعالیت های خودشون رو تداوم ببخشن؟ در نظر من بعد از انقلاب که کسی به خونه خودش برگشت یا در خونه خودش موفق شد، این حزب دموکرات کردستان بود که در 11 اسفند ماه سال 1357 میتینگ بیش از 100 هزار نفری رو در مهاباد پایتخت جمهوری کردستان دیگر بار نمود حزب دموکرات پایه‌گذار جمهوری کردستان رو احیا کرد و در تبریز هم حزب خلق مسلمان درست شد. ولی در جاهای دیگه مثلا منطقه عرب ها تا حدودی شاید احزاب کوچکی خودشون داشتن که از اون زمان من اطلاع زیاد ندارم، ولی احزاب سراسری اونجا فعال بیشتر فعال بودن و همچنین در ترکمن صحرا و در بلوچستان چریکای فدایی بیشتر از دیگران فعال بودن. ولی بعد از گذر زمان، یعنی بعد از 5 سال تا سال 62 که همه جریانات چپ به وسیله همچنان که گفتی دور زدن انقلاب مردمان ایران یا انقلاب ملتای ایران، بعد از به نظر من 13 آبان سال 58 که شروع شد با حمله به سفارت آمریکا و انقلاب دوم شروع شد، اونا بعد از این 5 سال دیگه وضعیت طوری دیگه ای شد که مطالبات مردمی و مخصوصا بعد از مسئله فروپاشی شوروی، مسئله ملیت ها در ایران در جاهایی که غیر کرد بودن یا غیر فارس بودن بیشتر نمود پیدا کرد و از اون زمانه که بیشتر در خارج کشور فعالیت ها در این زمینه ارتباط داشته و در داخل کشور غیر از کردستان جاهای دیگه به این شکلی که ما امروز و تا حدودی هم عرب ها اونای دیگه به این شکلی که ما به عنوان صرف مسائل ملی و مطالبات ملی رو در داخل به اون شکلی که مطرح باشه، تا این اواخر ما به اون شکل فعال و گسترده‌ای که در کردستان بود و اون مقاومت هایی که شد و مخصوصا جنگ 3 ماهه که تونست اولین موفقیت رو در برابر یورش خمینی و همفکرانش به وجود بیاره، میشه گفت نیروی شد برای اینکه دیگران هم فکر بکنن. ولی در خارج از کشور مسائل فرق کرد و با اون دیدهایی که هم به عنوان شهروندهایی که در ممالک بودن و هم تجربه هایی که پاس می داشتن انسانیت رو، پاس می داشتن زبان محلی ملیت ها رو، پاس می داشتن مسئله سیاسی رو که انسان ها با در سرنوشت خود دخالت داشته باشن، این تأثیر رو اینا به نظر من از خارج از کشور گرفتن و رفته رفته یکی از مسائل نماد بزرگی که 20 سال قبل درست شد کنگره ملیت های ایران فدرال بود که متاسفانه فارسا درش نیستن، ولی برحال در بین 5 ملیت دیگر تحت ستم، یعنی کردها، ترکای آذری، عربها، بلوچها و ترکمنها وجود داره که امیدواریم از این به بعد بتونه گسترش بیشتری پیدا بکنه و فارسا هم. آقای حسن زاده، به این موضوع هم خواهیم پرداخت، اما به مرحله پس از انقلاب اشاره کردی و مقاومتی که صورت گرفت به ویژه در کردستان و وجود تشکلهای سیاسی و احزاب ملیگرا در کردستان و در بخشای دیگه از ایران، اما امروز در پس از 43 سال از حاکمیت جمهوری اسلامی، ملل تحت ستم امروز آیا دارای سازمان ها و احزاب خاص و ویژه خودشون هستن که نمایندگی بکنه خواسته های ملی اونها در خارج؟ شاید امروز بیشترشون در خارج از کشورن و شما باشون در ارتباط باشید. بله، خوشبختانه این ملیت ها الان به 2 شکل سازمان های متفاوتی دارند. بعضی از سازمان هایی که فدرال خواه هستند یا فدرال طلبند که با حزب دموکرات در 3 تشکل همچنان که گفتم کنگره ملیت های ایران فدرال، سازمان دموکراسی خواهان ایران و جنبش همبستگی و برابری برای ایران وجود دارند و در اونجا هم خیلی فعال هستند. دسته دیگر هم هستند که استقلال طلبند که اونا هم برای خودشون تشکل هایی دارند و هر دو تفکر در خارج از کشور با پرچم‌های خود، با ایده‌های خود و با توجه به
اون فضا و موقعیت سیاسی که خودشون دارن، افرادی که دارن و با اون آزادی که در اونجا هست و با مخصوصا در انقلاب ژینا در 5 سال نمود بیشتری پیدا کرده، حضور خیلی فعالی دارن، با هم نشست دارن، سایت دارن و با هم دیگه در ارتباطن و فعالیت های زیادی را هم با توجه به سوسیال میدیا در داخل ایران دارند و الان داخل خارج و همه ملیت ها که با هم مخصوصا در این 3 تشکلی که عرض کردم با هم دیگه در ارتباط هستن، میشه گفت اطلاع بیشتری پیدا کرده از اون زمان تا کنون. خب میزان هماهنگی یا همکاری میان احزاب اپوزیسیون ملت های تحت ستم با ملت کرد امروز چطوره؟ شما که به عنوان عضوی از کمیته روابط خارج از کشور حزب در این زمینه فعالیت میکنید، این رو چطور میبینید؟ ببینید در این 136 روزی که ما الان داریم صحبت میکنیم در انقلاب جنایی مهسا، وضعیتی به وجود آمده که هیچ تشکلی حتی غیر از اونهایی که ملیت های تحت ستم در اونها هست، یعنی خودشون رو سراسری تعریف میکنن به شکلی، نمیتونن بدون ملت کرد و احزاب کرد به هیچ ائتلاف پایدار یا اتحاد پایداری برسن. و همچنین مسئله بلوچستان هم مسئله دومیه و دیگران هم هستن، ولی با توجه به این وضعیتی که ما داریم جوابگوی واقعیت های امروزی نیست. بایستی همه احزاب، همه تشکل ها، همه شخصیت ها حول محور مسئله ملیت ها در ایران و دموکراسی خواهی و فدرال خواهی در ایران بتونن این مسئله رو ادامه بدن. میشه گفت در فضای کنونی وضعیتی خوبی هست، پشتیبانی جالبی هست و هر روزه میشه گفت اعتراضات در خارج در مملکت های متفاوت هست. شنبه های اعتراضی نهادینه شده و در نتیجه ملیت ها هستن که دارن با هم دیگه میتونن تمرین دموکراسی بکنن، تمرین هویتی بکنن، مخصوصا مسئله پرچم، مسئله مخصوص لباس، همه این چیزهایی هستن که میشه گفت رنگارنگی ایران به قول زنده یاد کیان پیرفلک بتونه با توجه به اینکه ما همون فدرالیسم میگیم با هم دیگه ارتباط داشته باشن. در مضمون میشه گفت به نسبت قبل از انقلاب ژینا خیلی خوبه، ولی کافی نیست، بایستی بیشتر مبارزه کرد، بایستی بیشتر مخصوصا حزب دموکرات که شخصیت والاتر از قبل رو پیدا کرده، مرکز همکاری، تونسته تا حدود زیادی خودش رو بشناسونه که قبل از این انقلاب ژینا به این شکل مطرح نبود. اینا میتونن مبارزات خیلی جانانه ای داشته باشن، مخصوصا دموکرات و کومل در این مرکز همکاری میتونن سطح بزرگتری رو درست بکنن و با ملیت های دیگر هم چه اینها هم آمادگی را دارن بتونن بیشتر فعال باشن در این رابطه و تاثیرگذاری خودشون رو با توجه به موقعیت پارلمان هایی که دارن هم از اتحادیه اروپا هم پارلمانترها در مملکت های خارجی روزانه فعالیت میکنن، فرصت خیلی مهمی هست که همه با هم بتونیم ما این وضعیت رو پیش ببریم و انقلاب ژینا رو به ثمر برسونیم. بله، خب آقای حاتمی، به موضوع اینکه احزاب کرد و مرکز همکاری به ویژه میتونن یه چتر بزرگتری رو ایجاد کنن برای اینکه همه آزادی خواهان ایران و احزاب ملل تحت ستم رو دور هم جمع کنن برای ایجاد یک ائتلافی که امروز در موردش خیلی بحث میشه، آیا این امکانش هست و چقدر برای اون کار شده؟ بله، امکانش خیلی 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 هست، مخصوصا در سوسیال میدیا که صحبت میکنن. مثلا تو فردی رو مثل آقای مهدی جلالی تهرانی و دیگران که مثل ایشون فکر میکنن، شاید خیلی آتشین تر از کردها، از ملت کرد، از ملت های تحت ستم صحبت میکنه، تابوها رو میشکنه و احزابی که به هر حال با احتیاط تر صحبت میکنن یا حرکت میکنن میشه تحت تاثیر این شخصیت ها در سوسیال میدیا قرار بگیرن و اینا در تظاهرات هستن و بس دیالوگ‌های شروع شده که به هر حال میتونه این مسئله رو پیش ببره. و عرض کردم مرکز همکاری احزاب که کانون مهم همه فراخوان های داخل هستن و در داخل خوشبختانه هر فراخوانی که دادن مردم کرد با خون و جان و دل و با فدا کردن زندگی خودشون، عمر خودشون و انرژی خودشون از اونا پشتیبانی میکنن، دارای شخصیت حقوقی و حقیقی بسیار زیادی در خارج و داخل کشور هستن و میتونن استفاده کنن و این چتر رو بزرگ و بزرگتر بکنن و این وظیفه مال مرکز همکاری و دیگرانی هم هست
که جواب میدن اگه اونا صحبت بکنن، ولی به هر حال کار آسان پیش نمیره چون پیچیدگی تمامیت خواهان و پانیرانیست ها و فارسیست های به اصطلاح به شکلی تمامیت خواه و به قول زنده یاد داریوش فروهر یک تاس ها، اینها به این شکلی که الان امروز هست به هر حال چیز صد ایجاد میکنن، ولی به هر حال با فعالیتی بیشتر، با بودن در میدان، با نترسیدن از این وضع، ولی به شکل آرام دیالوگ و با شکلی که ما بتونیم بیشتر در میدان باشیم، مخصوصا در خارج از کشور با پرچم و با لباس میتونیم این مسئله رو بیشتر ایجاد بکنیم. فارسا خیلی گرایش دارن، خوشبختانه خیلی هم اصلا پرچم رو از ما میگیرن، دو تا پرچم رو با هم میذارن، یکی در اون دستش یا یکی در اون دستش یا بر یک جای پرچم میذارن. خیلی تأثیر شده که قبلا ازش فرار میکردن، صحبت نمیکردن یا حرفای رکیکی میگفتن، ولی هرچه در ما انقلاب پیشتر میره و در داخل شخصیت ملت کرد و احزاب مرکز همکاری بیشتر میشن، فراخوانهاشون جواب داده میشه، ما در خارج راحتتر با پارلمانترها در میدانها در همه جا میتونیم حضور پررنگتری داشته باشیم و این مسئله شدنیه، بایستی کار کرد. و مدیاها هم در این رابطه خیلی، مخصوصا شما، از شما تشکر میکنم، ولی بایستی بیشتر با ملیتهای دیگر غیر فارس هم، غیر کرد هم از میخوام صحبت کرد، همچنان که با غیر فارس هم باید صحبت کرد و بایستی اجماع بزرگی را وجود آورد و از این وضعیت موجود استفاده کرد، مخصوصا با اون فراخوانهایی که در خارج داده میشه. الان در 20 فوریه ما داریم در بلژیک که پارلمان اروپا همه خیلی ها یعنی میخوان در اونجا برها شرکت بکنن، پرچم ها و لباس ها و حضور ها خیلی میتونه تاثیرگذار باشه و این دیالوگ رو وجود بیاره و این چتر میشه با کمک پارلمانترهای خارجی و با افکار عمومی مخصوصا در داخل این ممالک بتونی پیش ببر. خیلی ممنون از اینکه با ما بودید جناب حاتمی. متشکرم که این فرصت رو دادی، منم عرایض ما عرض کردم. بینندگان گرامی، به پایان این بخش پوشش ویژه رسیدیم و خدا نگهدارتون.